درود ملت، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب مانی گیم. بچه امروز قراره داخل این ویدیو بهتون آینده کلاسیک سیزن آف دیسکاوری روی توضیح کوچیک و مختصری بدم که قراره چه اتفاقی بیفته و پلیرهایی که جدید میان یا پلیرهایی که از قبل دارن بازی میکنن باید چه کاری انجام بدن تا بتونن در سیزن دو درآمد داشته باشن و این درآمد استوب نشه و متوقف نشه. بچه ها، یه اتفاقی که افتاده اینه که ریلم ها اکثرشون دارن لاک میشن. لون ولف هورد لاکه، لیوینگ فلیم هورد لاکه، لیوینگ فلیم الائنس لاکه، کروزدر استرایک و وایلد گروس اصلا پاپیولیشن ندارن و تعداد ممبراشون به شدت پایینه، یا اصلا آر پی پلی هستن و رول پلی داخلش انجام میدن، ریلم پی وی پی نیستن که بشه ازش درآمد خوبی داشتش. برای همین شما باید برای اینکه درآمد خوبی داشته باشید اول یک ریلم خوب انتخاب بکنید و اون ریلم جایی نیست جز لون ولف الائنس. چرا لون ولف الائنس خوبه؟ به سه دلیل میشه گفتش که لون ولف الائنس در حال حاضر بهترین ریلمه. یک، چون الائنس پلیرها باید بیان اینجا بازی بکنن، چون لیوینگ فلیم الائنس لاکه و سرورهای دیگه هم پاپولیشن نداره، برای همین مجبورن بیان اینجا بازی بکنن. هورد پلیرها هم مجبورن بیان اینجا بازی کنن، همونطور که گفتم لیوینگ فلیم هورد لاکه، لون ولف هورد هم لاکه و ریلم های دیگه هم ضعیفه، برای همین هورد پلیرها هم همشون میان اینجا بازی میکنن. و دلیل بعدی که داره، همین الان که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، این ریلم یکی از شلوغ ترین ریلم های بازی داره میشه. ببینید، من ادانز رو باز میکنم و میام روی قسمت بلک فاسوم دیپ. شما تعداد اسپمی که داره برای جمع شدن یک رید دهمن انجام میشه رو ببینید. از اینجا شروع میشه، به سمت پایین که میام همینجوری هست تا الا ماشالله. هر کدوم از اینا هم بعد 10 تا پلیر بگیرن تا استارت بکنن دیگه، یعنی فکر کنم تا اینجا حدودا 100 تا رید داره جمع میشه. همین الان 1000 تا پلیر اکتیو نیازه که اینا بخوام برن. پس در نتیجه این ریلم آینده به شدت خوبی داره، اما شما باید قبل از اینکه این ریلم لاک بشه حداقل یه هیرو داخلش بسازید و قبل از اینکه بخواد فیز بعدی و سیزن دو بیادش این هیرو رو 25 بکنید که آماده لول اپ باشه. اصلا نیازی به گیر اپ نیست، فقط 25ش بکنید که به محض اینکه سیزن بعدی ران شد شما هم بتونید اون هیرو رو لول اپ بکنید و نیازی هم به گیر ندارید، چون گیر خود لول اپ براتون کافیه. پس تا اینجا کار فهمیدیم بهترین ریلمی که الان همه پلیرها میتونن برن داخلش هیرو بسازن و همه باید بسازید لون ولف الائنسه. بعد از اینکه لون ولف الائنس هیروتون رو ساختید و 25ش کردید، چه کاری باید انجام بدید؟ اگر هیرو شما روگ یا دروید هستش یا هانتر دارید، روش هرب و ماین بگیرید. چرا؟ چون رود و دروید و حالا هانتر چون اسپید زیادی داره، اون دوتا دیگه هم چون اینویز میکنن، میتونن با استفاده از ورک هربوماینی که دارن به مپ های لول بالاتر برن و اونجا هربوماین بکنن. به شخص خود من وقتی لولم 40 بشه نمیتونم به مپ 45 50 و اینجور جاها بخوام برم برای هربوماین کردن، اما یه رود یا یه دروید میتونه اینویز بکنه، بره بالا سر گل، گلو بکنه و به محض اینکه یونیتی هم بخواد بیاد بزنتش ونیش میکنه و اینویز میکنه و میره. برای همین برای هیروی روگ و دروید بهترین کاری که باید انجام بدید اینه که ورک هربو ماین بگیرید. اما اگر هیروی شما میچ هستش یا بوسترید، قرار بوست دانجن بزنید، ایوی فارم بکنید، ورکی که باید بگیرید اینچنتینگ و تیلورینگ یا انجینیرینگه. چرا این چنتینگ میگیریم؟ چون آیتم های سبزی که دراب میشه، آیتم های بلویی که دراب میشه دیسچنت کنیم و با قیمت بالاتری بفروشیم و قاعدتا بگمون فول نشه بعد از یکی دورانی که میزنیم. اما چرا تیلورینگ یا انجینیرینگ؟ دو تا گزینه چرا بهتون دادم. یه سری از دانجن ها هستش که شما نیاز به گیر دارید، نیاز به آی لول بالا دارید. همین الان مثلا بخوان دبلیو سی رو بزنن، میرن یه فیتی با تیلورینگ میسازن که بهتون دفنس میده 30%. اما یه سری از دانجن ها هستش که شما برای کشیدن یونیت ها و برای زنده موندن و سوروایف کردن داخل اونها نیاز به گرنیت دارید، نیاز به فیت انجینیرینگ دارید، نیاز به یه سری آیتم های خاصی از ورک انجینیرینگ دارید، تارگت دامی بذارید زمین، گرنیت یوز بکنید، دینامیت بزنید و هزار تا چیز دیگه. برای اون دانجن ها شما نیاز دارید که انجینیرینگ بگیرید. برای همین شما باید قبل از اینکه بخواید ورک دومتون رو سلکت بکنید، مشخص کنید که تارگت شما برای آینده هیروتون چیه، کدوم دانجن رو میخواید بوست بکنید و کجا میخواید برید. در هر صورت فرق زیادی هم نمیکنه، چون شما الان میتونید با خیلی گل کمی ورکتون رو مکس بکنید و خیلی راحت میتونید خودتون رو برسونید. پس اینم از ورکایی که باید بهتون توضیح میدادم. اما من قراره یه ویدیو رکورد بکنم
کردن و بهتون روند و پروسه لول آپ کردن از لول 25 تا لول 40 به سریع ترین شکل ممکن. یعنی میخوام جوری باشه که اکثر ایرانی پلیرها جز افراد اولی باشن که هیروشون لول 40 میشه و شروع بکنن به درآمدزایی و گولد درآوردن. برای همین یه ویدیو خاص و خیلی خفن تو راهه. حمایت کنید، تو کامنت ها بهم بگید که دوست دارید همچین ویدیویی براتون بسازم و بهتون راهنمایی بکنم که چطور باید لول آپ بکنید که نفر اول بتونید لولتون 40 بشه. چون شما میتونید به محض اینکه سیزن بعدی رام میشه تو همون نیم ساعت اول، تو همون 10 دقیقه اول هیروتون رو 26 بکنید، تو نیم ساعت بعدی 27 بشید و خیلی سریعتر از بقیه، خیلی سریعتر از افراد معمولی هیروتون رو لول آپ بکنید. برای همین تو کامنت ها برام بنویسید، لایک و ساب کردن فراموش نشه بچه‌ها، ویدیو رو برای رفیقاتون بفرستید و حمایت کنید از این چنل، چنل خودتونه، تعارف نکنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.